خدا با آرامش نشسته و امن‌ترین جای دنیاست در آغوش مادر بزرگوارش و ما به گفتگو ادامه میدیم. آقای شفر، برای شما از جاذبه های محل زندگیشون، محل تولدشون تو این چند سال چیزی نگفتن؟ نه اصلا، در واقع اون جاذبه ها شاید اصلا براش ارزشی نداشته، هیچ وقت تعریف نکرده از اونجا. مگه میشه کسی 40 سال توی کشور زندگی کرده باشه و بعد اونجا متولد شده، دوران جوانی نوجوانیش اونجا گذشته و هیچ حسی بهش نداشته باشه؟ نه. شما نسبت به کشورتون هیچ حسی ندارین؟ نه. چرا؟ ولی چیزی برای من جذب نبود. آلمان یه کشور به هر حال یه قطب صنعتی در اروپا است و جاذبه گردشگری فراوانی داره، پر از جاذبه است. شما دنبال چی بودین آقای شفر؟ یعنی ذهن شما رو باید کشف کرد. یعنی مشکل در لایک بودن، بیدین بودن. چی هدف در زندگی داری؟ یعنی شما میخواهی تفریح، ولی شما میدونی اول خسته میشی و دوم این همیشگی نداره. میخواهی پول؟ بقیه چی پول؟ یعنی اگر شما بیشتر داری که توانی خرج کنی، برای چی؟ یعنی این همه این چیز هم محدودیت داره و این هم از بزرگترین تبدیل در زندگی من، هدف زندگی یک چی حد خوب برگرد. هدف زندگی شما الان، یعنی الان که نه، سن 39 سال. در 39 سالگی هدفتون رو چطور شناسایی کردید که از یه چله نشینی بیدینی به وضعیت امروزتون رسیدید؟ حقی من توانم از این جهت دو چیزی بگم. یکی از چند سال پیش از مزمن شدن و هم علت مزمن شدن، یعنی چند سال از قبل تر از مسلمان شدن میخواید برامون بگید؟ بفرمایید. یعنی یک جنازه بود، یک پدر از یک دوستانم از دنیا رفته و من در آن جنازه بودم. در مراسم خاک سپاری بودید؟ بله. درسته؟ بله. و مهم نبود این مراسم، مهم بود که چی تفکر داشتم، یعنی چی فکر کردم، در ذهن من بود. من دیدم که این مرد تک تک پایین رفته و دانستم ایشون و خلاف من مسیحی بود. از نظر من، یعنی حتی اکل در آن وقت، یکی مسیحی خوبه به هر حال به یه دینی مقید بودم، یکی دینی بود. و چون من از اسلام در آن وقت هیچ چیزی ندانستم، هیچ چیزی نشنیدم، دین واحدی، این دین توحید، یعنی این مسیحی بود، چون مسیحی هم فقط یک خداوند دارند، پس هم این توحید دارند و جز ادیان الهی بوده. و من میتونم یه خواهشی بکنم برای اینکه در وقتمون هم صرف جویشه، این ماجرا رو برای شما تعریف کردن سرک خانم، یعنی میدونید علت مسلمان شدن ایشون رو؟ نه، اینه ممکنه بهشون کمک کنید که بیننده هم بهتر متوجه بشن. اینه بعدم بیاد، اینه بعدم، اینه قبل است. این اولین جرقه ها، اولین جرقه های مسلمان شدن شماست. ولی... لطفاً به ما کمک کنید. ولی اینه یک درجه که اینو ماست. در آن وقت من چون مسیحی گفتند اگر دین نداری در آخرت به جهنم میری و این معرفی، این عقاب، این همیشگی و بسیار سخته. یعنی هر چی که توانی در دنیا تفکر کنی، این با شما با خود از منفی بید، این بیشتره. خب همینجا نگه داریم، یه مقدار تهنشین شه بر بیننده هامون. ایشون فرمودن که مراسم خاک سفاری پدر دوستشون رو شرکت کردن، اونجا منقلب شدن و سوالی ایجاد شده است که خب این قبر و ماجرای مردن و در حالی که اون درست دوستشون هم یک مسیحی دیندار بوده، اما ایشون پدر دوستشون، اما ایشون دینی رو نداشتن. ادامه شما برامون توضیح بدین لطفاً.
در ادامه جرقه در حقیقت به خاطر تفکر و سوالی که در زندگی از زندگی پس از مرگ برای شما ایجاد شد در واقع درسته؟ خلاصش اگر بخوایم بخونیم خلاصه خلاصه؟ آره یعنی در خلاصه من تفکر کردم آیا بهتر من زنده بمونم یا از دنیا بدم مرگ بهتره یا زندگی بهتره و خوب. چون من مقایسه کردم که این عقاب که اگر این آخرت هست خیلی با شدت بهتر زنده بمونم در هر حال و این یک تفکر که ما هم در قرآن میخوانیم که این کافرون بی زندگی جذب دارن بی زندگی اینطور جذبی که ترس از مرگ بسیار دارند شما موقع خیلی از مرگ ترسیدیم در آن وقت بله در واقع حالا من اگه یک خلاصه‌شو بگم اون پدر دوستشون رو که دفن میکنن ایشون نگاه میکنن و میگن که الان اون میدونه که آیا اون دنیا وجود داره یا نداره بعد اعتقاد مسیحیت در اینه که اگر دین نداشته باشی میره اون دنیا جهنم مثلا اگر واقعا جهنمی باشه این حرفی که میزنن درست باشه اون وقت من خیلی بدبخت میشم پس بهتره که تو این دنیا یه دینی رو انتخاب بکنم که اون دنیا یه موقع جهنمی نشم پس این جرقه اول اولین جرقه و بعد چی شد که تصمیم گرفتید قطعا مسلمانی رو انتخاب کنید در حالی که شما در مراسم خاکسپاری یه مسیحی شرکت کرده بودید من یک دوست داشتم مسلمان خیلی دین در نیست ولی به من گفته اسلام دین حق است ولی این فقط یک خبر این یک دلیل نیست خودش یک دلیل خوب نداشت ولی به من تعریف کرد که اسلام دین خوبیه ولی به من کتاب ها ترجمه شده و به زبان آلمانی نوشته در مورد اسلام داده و در یک کتاب این یک کوچولو کتاب یک بخش داشت در مورد تاریخ اسلام و تاریخ اول چهار خلیفه و در مورد امام علی علیه السلام یک داستان در مورد قضاوت بین دو مسیحی بود و این به من نشان داد داستان قضاوت حضرت امیر برای شما جذاب بود و توی این کتاب مطالعه کرد این کتاب ها رو به شما داد چون من فهمیدم با تفکر من توانم یک مقاله بزرگ در این ولی در خلاص این روش قضاوت کردن امام علی علیه السلام صد در صد عادل است حالا من یه سوال بپرسم قبل از اینکه وارد ماجرای مسلمانی و زندگی پس از دینداری شما بشیم و زندگی مشترکتون با سرکه خانم خودم که راحته با 30 چند سال از زندگی شما در شرایطی گذشته که تقید خاصی نداشتید جوانیتون رو گذروندین جوانی هاتون انجام دادین به هر حال توی کشور آزاد زندگی کردین انواع و اقسام خوشگذرونی ها رو هم تجربه کردید اهلش بودید یا نبودید آقای شفه؟ اهل خوشگذرونی بودین اهل تفریحاتی که جوانای هم سن و سال شما در آلمان انجام میدادن بودین مهمونی های شبانه مهمونی های آنچنانی شرکت میکردین من شرکت کردم ولی به من خوش نمیگذشت واقعا از همون اول به شما خوش نمیگذشت یعنی هیچ حسی نسبت جایی که رفتین نداشتین خب این همه زرق و برق و تجملات و سر و صدا و شیطنت و جوونی و اینا به شما خوش نمیگذشت درش یعنی من یک بار من زیر 20 سال بودم در یک دیسکو بودم این تو ساعت بلند بود که در گوش ترک میکرد و بخواهی چی؟ الان شما راضی هستین از این که مسلمانین؟ بله 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 چقدر به دینتون پای بندید آقای شفر؟ اول من از علت اصلی رو بگیم علت اصلی این اولی علت این عدالت امام علی یعنی من فهمیدم اسلام یک حکومت اسلام اگر به درستی انجام میشه صد در صد عادل است مطلق از زمان مطلق از مکان و آنچه که من هم نشان دادم هدف زندگی
در بیدین تفری پول ثبتمندی مشهور شدن و غیره و این همه این چیزها یک محدودیت داره و این محدودیت در ای وقت تمام میشه. شما تصمیم گرفتید مسلمان بشین، خانواده شما چه برخوردی باتون کردن؟ یعنی در فامیلی ما اینطور هست که هر کسی زندگی میکند به خواست خودش. پس مادرم به من گفته این زندگی تو توانی زندگی میکنی چطور تو میخواهی؟ کاش خود رو بیاریم بالا خانم. میتونید؟ من میزو میرم. نه نه راحت باشید. آخه من میترسم، نگرانم که یه وقتی اذیت شه زیر میز و این الیدیا اذیتش کنه. بله داره میاد سمت من. ما میتونیم همینجوری برنامه رو ادامه بدیم؟ شما هدا رو این شکلی داشته باشین. حالا میگفتید مادر شما فرمودن که هر کسی اختیار خودش رو داره و تو میتونی آزادانه انتخاب کنی. بله. و جالب این بود که من با برادرم صحبت کردم و هم در آن وقت که من به ایران برم اشون گفت ایران خطرناک خطرناک، یعنی اخبار در مورد ایران در آلمانی بسیار غلط، اخبار ضد ایرانی زیاده اونجا. نه خطا یعنی دروغ، یعنی مثلا اگر میری به ایران به زندان میری و شکنجه میکنند و غیره. شما انگار اومدین ایران بعدم نشد. نه به هر حال ازدواج کردین و یک بانوی ایرانی و همسری شما در اومدن. لحظه شهادتین، لحظه ای که شما خواستید به دین اسلام مشرف شید، من الان دلم میخواد با تمام حواستون عایشه فر اون لحظه رو تصور کنید. تحقیق کردین، کتاب خوندین، خانواده رو راضی کردین و حالا میخواید مسلمان شید و شهادتین رو به لبتون جاری کنید، به زبانتون جاری کنید. میشه همین الان فکر کنین اون لحظه است و شهادتین رو بگین برای ما؟ یعنی این لحظه اصلا من جالب بود چون من بی دین بودم و یک خبر از وحض المانیون این مسلمانان خوب نمیفهم، فکر میکنند 70% مسیحیان ولی بی واقعیه 95% لایکند، یعنی در پاسپورت نوشته درست مسیحی ولی اعتقاد نیست. و آقای شفر من میخوام اون لحظه رو برای اون الان تصور کنید. شما 16 سال پیش یه جایی کجا مسلمان شدین؟ مسجد بوده؟ جاشو یادتون هست کجا بوده؟ یک مسجد نزدیک این استگاه مین استیشن فرانکفورت. در فرانکفورت. خب یه مسجد بود و شما رفتین اونجا و قرار شد شهادتین رو بگین. این شهادتین مسلمان شد. من دلم میخواد اون لحظه رو فکر کنین، یادتون بیاد. این سه شهاده بوده. خب یعنی چون هم آنها فکر میکردم من قبل مسیحی بودم، یعنی این شهادت اینطور هست که اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله و عیسی عبد الله، یعنی این شهادت که عیسی خداوند نیست نه پسر خداوند. آها پس این عیسی عبدالله و اصلا من درون من هیچ وقت اعتقاد نداشتم عیسی ابن الله هیچ وقت. شما هیچ وقت عیسی رو پسر خدا نمیدونستید؟ ولی من فکر کنم برای چی این شهادت سوم؟ خب شهادتین شما چی همین بود؟ اینو گفتی؟ یعنی این هم هر سه تا گفتم که عیسی ابن الله نیست، یعنی عبدالله عبدالله. آقای شفر
جرقه اولیه مسلمان شدن شما با حضور در مراسم خاکسپاری پدر دوستتون زده شد. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ بعدش یک دوست مسلم به من کتاب های در مورد اسلام داده و آنجا من داستان امام علی علیه السلام که قضاوت بین دو مسیحی کرده و چون بی کتاب انجیل و مخصوص انجیل آن دو نفر قضاوت کرده فهمیدم اسلام دین حق است، دین عدالت. قضاوت حضرت امیر علیه السلام بین دو مسیحی که برگرفته از کتاب دینی خودشون بود، یعنی برگرفته از انجیل قضاوت کردن. بعد و این بس این که حتی من فهمیدم اسلام دین حق، هرچی کوچک قضاوت کرده، هرچی که این وقت قضاوت کرده، این هم این قضاوت کرده، پس این مطلق از مکان، مطلق از مقت بود و هم اندو نفر تفا نبودند چیزی میگن این عدالت نداره، چون هر دو بی همین کتاب اعتقاد داشتند و همین این حکم خودشان، پس عدالت کامل. صد عدالت. تصمیم قطعی به مسلمانی میگیرید و میرید به سمت خانواده که به اونها اعلام کنید من از بیدینی رها شدم و قصد دارم مسلمان بشم. رفتار خانواده با شما چی بود؟ یعنی مادرم انتونی در فامیل ما هست، زندگی اختیار خود، هر کسی اختیار زندگی خودشو داره خودشون، و از این جهت مادرم گفته تو باید بدانی چی بی زندگی تو میکنی، یعنی این راحت بود. آقای شفر، من قصد دارم تصویر سازی کنم و شما چند سال قبل لحظه مسلمان شدنتون رو به یاد بیارید. لحظه ای که شما پس از گذشت یه دوران تحقیق، خوندن کتاب، دیدن دوست مسلمانتون، قبل از اون شرکت در مراسم خاکسپاری پدر دوستتون که مسیحی بود، به دین اسلام مشرف شدید. لحظه گفتن شهادتین، اولا میتونید برای من حس و حالتون رو بگین؟ اون موقع حس و حالتون چی بود؟ چه شکلی بود حال آقای اشتفان شفر؟ یعنی تو چی فکر میکردین لحظه ای که داشتین شهادتین رو میگفتین؟ اشهد ان لا اله الا الله تا آخر. یعنی اول در ذهن من بود پس الان زندگی من عوض شده، یعنی چون این هم قبل از آن گفتند تکلیف بیاد نماز، روزه و غیره، و از این جهت من دانستم از این را بعضی سختی ها بیاد، ولی چون من یعنی میدونستید یه سری سختی ها انتظار میکشه شما رو، چون من در یا محدودیت نه ها چون این چون من از این که این خاک سپاری این خدا من دانستم که من باید به یک دین و به دین درست برم، و چون این داستان امام علی هستم نشان داده این عدالت، پس ایسنم دین مطلق و دین حق. خب سخت نبود براتون لحظه شهادتین؟ شما وقتی شهادتین رو میگید یعنی باید ملتزم باشید، حالا جوری بگم که شما متوجه شین، یعنی باید رعایت کنید قوانین دین اسلام رو، در حالی که شما قبلش این قوانین رعایت نمی کردین. پس استرس نداشتین، استراب نداشتین، ترس نداشتین؟ یعنی چطور من گفتم، من با وجدان، به وجدان خودم زندگی می کردم و این سخت بود، ولی آیا مثلا دروغ گفتن ممنوع؟ آیا دوستی کردن ممنوع؟ فریب دادن ممنوع؟ خوش اخلاق واجب؟ و این همه در وجدان من بود، پس از این جهت این عوض کردن زندگی نسبتا راحت بود. فقط این پنج نماز
که در آلمانی کم دیرتر ممکن هم کم زودتر هست مخصوص در تابستون این کمی سخت بود. لحظه شهادتین رو تون رو میتونید تصور کنید و برامون همین الان شهادتین رو بگید؟ یعنی اشهدو ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان علی ولی الله. و فی آن وقت زندگی من عوض شده، چون هدف از الان آخرت شد نه دنیا. شاید شنیدن فرازهای شهادتین از زبان آقای اشتفان شفر با این سادگی و با این راحتی خیلی منقلب کننده باشه، عباراتی که ما در طول روز در نمازمون، در اذان و اقامه نمازهامون بارها تکرار میکنیم، در از مأذنه های مساجد میشنویم اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ام ولی الله. ولی وقتی کسی این عبارات رو برای ورود به تمام پاکی ها و تمام قداست ها و تمام درستی ها میگه و میدونه کجا داره پا میذاره، عمق این عبارات، عمق واقعی خودش در حقیقت نشون داده میشه و به دل ما اثر میکنه، چون از دل برمیاد. شاید یه دور افتاده‌ای مثل من بارها این عبارات رو تکرار کنه و مؤثر نباشه براش، اما اشتفان شفر وقتی میگه اشهد ان لا اله الا الله یعنی واقعا گواهی میدهم که جز او خدایی نیست.